اولین باری که شما دیویدی سوی پرو رو باز میکنید یک جا ازتون توی هارد میخواد که به عنوان یه فولدر تمپلیت یه فولدری که دیویدی استودیو پرو وقتی تبدیل کرد این فایل ها رو خواست دیویدی رو درست کنه از اون استفاده بکنه و همچنین یه ستینگ دیگه هم شما دارید که در واقع همین ستاس بیسیک اکستندد و ادوانست خیلی تعجب نکنید اینا چیزای پیچیده نیست شما بعدا هم میتونید عوضشون بکنید و ترجیحا در حال حاضر کانفیگوریشنتون رو روی اکستندد بذارید و جایی هم که توی هاردتون دیویدی استودیو پرو ازتون میخواد که بهش معرفی بکنید رو توی یکی از پارتیشن های توی یکی از هاردتون که خالی ترینه انتخاب بکنید یه فولدر اونجا درست بکنید و همون رو به دیویدی استودیو پرو معرفی بکنید برای جایی که قراره توی هاردتون ازش استفاده بشه خب دیویدی دیو سلیپ پرو باز میشه و یه همچین شکلی رو شما میبینید چون من یه بار این کار انجام دادم الان دیگه متاسفانه اون مرحله رو رد کردیم و دیگه من نمیتونم اون قسمت رو نشون رو شما بدم یه نکته خیلی مهمی که اول هر پروژه شاید شما باید بدونید و اصلا قبل از اینکه بخواید دیویدی استودیو پرو رو شروع بکنید شاید بد نماشه بدونید اینه که دیویدی دیو پرو یه نرم افزار اسمبلیه یه نرم افزار درست کردن دیویدیه نه یه نرم افزار تراحی اون یعنی شما همه عناصر تصویری رو که میخواید تراحی بکنید باید توی نرم افزاری مثل فوتوشاپ یه نرم افزاری مثل, مثل مثلا حالا نرم افزارهای جانبی شبیه فوتوشاپ تراحی بکنید و وارد دیویدیو سوی پرو بکنید یا مثلا فیلمتون رو توی فاناکات کات ادیت کرده باشید و تموم کرده باشید و خروجی ازش گرفته باشید دیویدی استودیو پرو کاملا و تخصصا فقط در خدمت تولید دیویدی و به قسمت های طراحی و اجرای تصویری اون کاری نداره چون به هر نرم افزاری که اصلا برای اون کار ساخته نشده شما یه سری تمپلیت اینجا میبینید که مثلا تمپلیت فرض کنید مثلا براش کاوره مثلا تمپلیت فرض کنیم پینز بلوه روی هر کدوم از اینها اگر دابل کلیک بکنید همونطور که شما اینجا میبینید جای خالی داره برای فیلمتون میتونید اسم دیویدی رو اینجا وارد بکنید و حالا یه سری مشخصات اما این به این معنی نیست که دیویدی Pro پرو خودش داره این کار رو انجام میده تمام اینها رو اگر شما دنبال بکنید یه سری چیزهایی هستن که طراحی شدن و توی هارد شما قرار داده شدن و دیویدی سی پرو فقط داره از روی اونها اینها رو میخونه خب با این پیش فرض ذهنی میریم سراغ تنظیمات دیویدی سی پرو شما باید بیاید توی منوی دیویدی سی پرو و پریفرنسز این تنظیمی که من الان خدمتتون میگم خیلی مهمه به خاطر همین بهتره که توی همون درس اول شما بدونید این تنظیماتی که توی بخش اول توی قسمت پروژه دارید تنظیماتی هند که هر وقت شما پروژه جدیدی ایجاد بکنید و درست بکنید به همون شکل ایجاد میشه یعنی با همون ساختار درست میشه به خاطر همین باید قبل از اینکه یه پروژه درست بکنید اینجا این تنظیم رو درست انجام بدید به صورت دیفالت DVD دی پرو از اونجایی که برنامه آمریکایی فرمت استانداردش روی NTSC شما بعد اون رو, رو روی پال بذارید اگر البته میخواید توی ایران کار بکنید و خروجی که دارید میگیرید پال و استاندارد ایرانه DVD استانداردتون هم اگر HD تصویر برداری کردید و میخواید خروجی HDVD یا بلوری بگیرید میتونید روی HDVD بذارید بز... HD DVD بذارید اگر پال کار کردید و فرمتتون استاندارد پال 720 در 576 حتما حتما بعد DVD استانداردتون SD DVD باشه یا همون DVD استاندارد نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره برای اون دسته از دوستانی که تفاوت بین SD و HD DVD رو نمیدونن اینه که الان تمام DVD هایی که شما توی بازار میبینید همشون SD هن استانداردن. الان که من دارم این تجریس و خدمت شما انجام میدم و توی این روز هنوز HDVD و بلوری توی ایران خیلی استاندارد نشده پس ترجیحاً این تنظیمات رو روی پال و SDVD بذارید